خامنه ای با تصرف بنگاه‌های دولتی و دست‌اندازی بر بازار پولی سرمایه‌های ایران را به یغما آورده است. خامنه ای امپراتوری عظیم مالی خودش را در 14 قطب اقتصادی تشکیل داد. ستاد اجرای فرمان خمینی، آستان قدس، کمیته امداد، قرارگاه ضد خاتم، شرکت سرمایه‌گذاری قدیر، بنیادهای مستضعفان و شهید، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم الاوصیا، بنیادهای تعاونی سپاه، بسیج انتظامی ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح. این قطب‌ها هر کدام سوپر هلدینگ‌هایی هستند که صاحب شرکت‌های مانند ارتباطات سیار هستند. این شرکت متعلق به سپاه است و در سال 91 درآمدش 8000 میلیارد تومان معادل 3.1 میلیارد دلار بوده است. فولاد، پتروشیمی، نفت، نساجی، مخابرات، معادن، کشتیرانی، جنگل‌ها، نیروگاه‌ها، توریسم و غیره متعلق به خامنه‌ای است. علاوه بر این امپراتوری 14گانه، خامنه‌ای بازار مالی و پولی را هم به چنگال خود درآورد. بهزاد نبوی 60% ثروت کشور در 4 نهاد ستاد اجرایی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم است. وی ثروت نهادهای زیر دست خامنه‌ای را 1000 میلیارد دلار برآورد کرد. آیا فقر وحشتناک مردم ایران ناشی از چپاولگری‌های وحشیانه خامنه‌ای نیست؟